بنده مفتقه در ایشون باید دخواهد خواهد در یک دادگاه رسیدگی به کارها و اعمالش شرکت بکنه، حقایق رو بگه، بگه چه جنایت هایی کرده، بگه چه جوری خانم کاظمی رو کشته، بگه چه جوری در عرض کنم که زندان قرض شکم بچه های بیگناه رو شهید کردند و اینا رو باید اعتراف بکنه در دادگاه. ملت ایران بدونه که با چه کسانی سر کار داره، وگرنه بنده به هیچ کس با اعدام موافق نیستم، هر کسی باشه. معتقدم که باید، و من قبل هم از که به شما گفتم، ما یه دیدم فرمول کردیم در لگام که جانشین اعدام برای فسیا جایگزین اعدام، یعنی به جایی که اعدام بکنن یه خانواده رو از کنم که بکشن، یه خانواده دیگر بشن، چند خانواده رو بخت بکنن و از کنم به فساد و فحشا بکشن، بیان از کنم که از یادگاه صالح و از کنم قانونی دادخواهی بشه. این آقا باید دادخواهی بشه و دادشون رو و ایشون رو ازشون بخوان و ایشون جواب رو باشه تا مخصوص بفهمن که چه اتفاقاتی در این مملکت افتاده و میفته. آقای ملکی، امروز آقای علی مطهری نامه‌ای نوشتند و در نامه‌شون گفتند کسانی که چیزی به نام مرتضوی ساختند و از اون حمایت کردند، از آقای مرتضوی که دنبال قدرت بود به عنوان ابزار دست استفاده کردند و پشت سر اون پنهان شدند، هر کاری دلشون خواست کردند، به نظر من باید پرونده اونها هم مورد بررسی قرار بگیره. یعنی به نحوی گفتند که آقای مرتضوی یک عامل بوده، یک مجری بوده. کسانی که پشت سر آقای مرتضوی بودند، یعنی عاملان، کسانی که به ایشون امر کردند، اونا باید الان پروندهشون مورد رسیدگی قرار بگیره. میخواستم نظر شما رو در این مورد بدونم. اصلا ببینید، مسئله دادخواهی وقتی مطرح میشه، یعنی اگر به یک دادگاه صالحه یک سر وقت میبرن که به صدا محاکمش بکنن، این باید کل حقایق رو بگه، یک چی به من دستور داد، چرا من این کارو کردم، به دستور چی بوده، اینا باید روشن بشه. وقتی که این طوری باشه، همه اون کسانی که عامل بودن یا عامر بودن، هم کردن به این کار یا عمل کردن این کارو، اینا روشن میشه، فاش میشه جنایت هاشون و مردم متوجه میشن که همونطور که عرض کردم در جامعه چه چیزهایی میگذره. بله، من بیام هر کاری رو خواب میکنم، بعدم وقتی که به مجبور شدم اول منکر میشم، اگر شما به حضور بودنت ایشون، چون به یکی از شهدا پرزور بودش، حامده حالا به هیچ فنا رو معذرت خواهی میکنم، معذرت خواهی حکی میکنید، چجوری معذرت خواهی میکنید، معذرت خواهی یعنی چی؟ باید برید در دادگاه بگید چگونگی کار رو، چگونگی جنایت رو، تا مردم بفهمن و بعد در طور شما دادگاه تصمیم میگیره و انشاءالله طوری بشه که دیگه از این کارها تکرار نشه. این جنبش از کنم که دادخواهی هم به همین معنی مطرح شده در مورد 60 سال 60 سال و بقیه سالها، همه جنایاتی که تو این از کنم که سالها انجام گرفته. آقای ملکی، ما عملا مشاهده میکنیم اتفاقاتی که در سال 67 و قبل از اون در دهه 60، این جنایاتی که در زندانها شروع شده بود، کشتارها و اعدامهای دست جمعی و این نسل کشیها ادامه پیدا کرد. این جنایات از اوایل 60 تا سال 67، از 67 تا سال 88 و همینطور سلسله وار. ما میبینیم آقای منتظری در اون نوارش خطاب به آقای پور محمدی و نیری و اعضای هیئت مرگ میگه اینا جنایت علیه بشریت، مردم از ولایت فقیه چندششون شده و این گونه سخنها. و الان در سال 95 شاهدیم که آقای مرتضوی بعد از 7 سال که میگذره از اتفاقات 88 میاد نامه مینویسه، نامه‌ای که نامه عذرخواهیه، یعنی به وقوع جنایاتی که در سال 88 انجام شده اعتراف میکنه، یعنی همون
جنایاتی که شیخ مهدی کروبی ازشون صحبت کرد و وقتی که آقای شیخ مهدی کروبی اومد و صحبت از تجاوز به دختران و پسران توی زندان‌ها کرد، همین آقای احمد خاتمی در تریبون نماز جمعه اعلام کرد که اینها صحبت‌های آمریکا و اسرائیل شاد کنند، یا آقای اژه‌ای گفتند باید مدرک بیارن، اینا اتهام زنی به نظامه و همه از ریز و درشت نظام موضع گرفتن در برابر آقای کروبی و ایشون رو به مدت 7 سال الان در خونه زندانی کردند و حالا آقای مرتضوی یعنی دادستان وقت میاد و به این جنایات اعتراف میکنه. سوال من از شما آقای ملکی مشخصا اینه که مردم چگونه باید برخورد کنن با یک همچین سیستمی؟ چگونه باید دادخواهی خودشون رو انجام بدن؟ چگونه برخوردی باید داشته باشن؟ بله، من اعتقادم بر این است که مردم نباید عصبانی بشن و خشونت خلق کنند و این دور تسلسل رو دو مرتبه تکرار بکنن، باز این اونو بکشه اون اون بکشه این انتقام بگیره اون بگیره، نه این تو پسر خاله منو کشته اون فکر پسر خاله منو کشته، نه، ما معتقدیم که باید اصلا که چون مردم ایران ذاتاً مثلا در خشونت خوششون نمیادش، مردم ایران باید همه اینا رو بخوان دادخواهی بکنن، بگن آقا بیایید شما در دادگاه صالحه بگید که چه جنایاتی کردید، بگید چقدر آدم کشتید، بگید چقدر عرض کنم که دختر حامل رو عرض کنم که زیر اعدام بردید و کارهایی که یواش یواش داره نمونه هاش افشا میشه، اینها بگن برای عبرت آیندگان، برای اینکه دیگه خود نفیده کرده در این ممکن این مسئله این حکات، چون این حکومت که زندگی عبدی نداره، این حکومت بره یه حکومت دیگه میاد، اون حکومتی که آمد عبرت بگیره بدونه که سر سرمشت حکومت های ظالم چیست. من بردم این وقت من یه برحاله نوعی سرگرگیده و دید بخوری چند سال پیش و اون عنوانش نست فرجام استبدادی هم از انفر اون و نمرود و فلان گرفتم تا رضا شاه و محمد شاه و خمینی و خامنه ای بجون که فرجام خانشون رو ببینید داره برس میگیرن نکنن این کار رو. بعد پسرم به من جواب داد گفتش که اگر اون اولین جنایت رفتات میگرفتی که جنایت در پنده صورت نمیگرفت، جواب قوید قشنگی بودش. در هر حال همه هدف این است، اینجا من باید باز هم تکرار بکنم به هیچش همونطور که پرستوی عزیز ما گفتش، این در حالی که پدرش و مادرش رو مسله کرده بودن از کنم که این مسئله انتقام جویی نیست، مسئله دادخواهی است، داد رو باید گرفت، باید از کنم که جایی باشه که داد زندانهای مظلوم رو بگیره. و آخرین سوال من از شما آقای ملکی اینه که شما چشمنداز دادخواهی مردم رو با توجه به این اعترافات صورت گرفته چگونه پیش بینی میکنید؟ من فکرم که با جنبشی که تشکیل شده و تقریبا در روز روز گسترش پیدا میکنه به شکلهای مختلف معتقدم که فشار مردم حاکمیت رو مجبور میکنه که در هر حال به این مسئله رسیدگی بکنه، به این جنایاتی که انجام شده اگرچه همشون دستشون تو یک کاسه بودش ولی به یه نحوی در هر حال رسیدگی بکنن، اگر اینام نکنن بعد رسیدگی خواهد شد. آقای ملکی سپاسگزارم.